یاران مهربان سلام، میخواییم با هم یه اسپرینگ رول خوشمزه درست کنیم که مطمئنم عاشقش میشید. آماده اید؟ بریم که دست به کار بشیم. گوشت چرخ کرده داریم که با یه پیاز رنده شده مزه دارش کردیم. یه پیاز، یه فلفل دلمه‌ای، قارچ، سیر. ادویه هامو شامل زردچوبه، ادویه گوجه‌ای، ادویه تندوری، ادویه هفت‌رنگ، پودر عصاره گوش و ریشه زعفرون، رب گوجه فرنگی، ترکیبی از پنیر پیتزا و گودا، تخم مرغ، پودر سوخاری پانکو، نون مستطیلی نیمه آماده یوفگا. خب بریم سر گاز تا مایه گوشتیمون رو آماده کنیم. داخل تابه روغن می‌ریزیم و یه پیازی رو که خیلی ریز خورد کردیم تا حد سبک و نیمه طلایی شدن سرخ می‌کنیم. و حالا گوشتی رو که یکی دو ساعت با یه پیاز رنده شده استراحت دادیم به پیاز داغمون اضافه و در حدی که آب گوشت تبخیر و رنگش تغییر کنه با شعله بالا حسابی تفتش میدیم. و زمانی که گوشتمون به روغن افتاد قارچایی رو که برقه برقه کردیم میریزیم و همه رو با هم یه تفت درست حسابی میدیم. همین که قارچا خودش رو جمع جور کرد نوبت اضافه کردن ادویه هامونه. ادویه ها رو هم میریزیم داخل تابه و حالا همه رو با هم خوب تفت میدیم تا رنگ ادویه ها باز بشه و عطر خوشش رو بشه استشمام کرد. خب دو حبه سیرم داشتیم که رنده یا لهش میکنیم و به مواد گوشتیمون اضافه و یه تفت مختصر میدیم. و بعد یکم رب گوجه فرنگی رو هم بهش اضافه میکنیم و سرخش میکنیم تا بوی خامیش گرفته بشه و رنگ بندازه. در اینجا کارمون تموم و شعله رو خاموش میکنیم و فلفل دلمه ای رو که نگینی ریز خورد کردیم به مواد گوشتیمون اضافه و هم میزنیم و اجازه میدیم با دمای تابه و گوشت نرم بشه و ببینید که چه ترکیب خوش رنگی شد و کاش میشد که عطر خوشش هم استشمام کنید. خب مایه گوشتیمون خنک شد و بریم سراغ پیچیدنشون. یه برگ از نون یوفگا رو بر می‌داریم و از این ترکیب خوشمزه یه قاشق پر می‌ذاریم ابتدای نون. به اندازه مناسبم پنیر می‌ریزیم و حالا مطابق کلیپ شروع می‌کنیم به رول کردنش. و در آخر با یه قلموی خیز انتهای نون رو مرطوب می‌کنیم تا چسبندگی پیدا کنه و به این صورت رول خوشگلمون آماده است. یه بار دیگه هم با هم مراحلش رو ببینیم. و به این شکل تمام نونای یوفکامون رو رول کردیم و بریم که با مواد سوخاری پوششش بدیم و برای شروع دو تا تخم مرغ رو داخل یه ظرف گود میشکنیم و اگر حین کار از موادمون کم اومد و لازم شد مجدداً تخم مرغ اضافه میکنیم. تخم مرغامون رو هم میزنیم تا از حالت لختگی در بیاد و رول هامون رو اول کاملاً به تخم مرغ آغشته میکنیم و بعد با پودر سوخاری پانکو پوششش میدیم. اگر لایه ضخیم‌تری از مواد سوخاری می‌خواید میتونید مجدد بزنید داخل تخم مرغ و دوباره با پودر سوخاری کاورش کنید. به این شکل کل اسپرینگ رول هامون رو آماده کردیم. روشون رو میپوشونیم و یکی دو ساعت تو دمای محیط بهش استراحت میدیم تا مواد کاملا بهش بچسبه که موقع سرخ شدن از بدنش جدا نشه. حالا داخل یه قابلمه گود و کاملا داغ روغن می‌ریزیم و همین که به دمای مناسب رسید به آرومی رولای سوخاری شدهمون رو میذاریم توی روغن و با شعله متوسط اجازه میدیم تا همزمان با سرخ شدن سطحش پنیر داخلش هم آب شه. دوستان توجه داشته باشید به اندازه روغن بریزید که رولا داخلش قوطه ور بشه و همه جاش یک نواخ سرخ شه و ببینید که چقدر قشنگ در حال طلایی و برشته شدنه. وقتی که همه جاش قشنگ سرخ شد از روغن خارج و روی دستمال حوله‌ای میذاریم تا روغن اضافه‌ش هم گرفته بشه. اسپرینگ رول سوخاری خوشمزه ما آماده است. بپزید و نوش جان کنید و لذت ببرید.
مخلص همه دوستان عزیز یه دیس خوشمزه و وسوسه برانگیز داریم، اونم اسپرینگ رول سوخاری با گوشت. بریم ببینیم که از کار چی در اومده. بد جوری داره دلبری میکنه. نگاش کن. به 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 به. اوه چه صدایی. اوه به 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 به. سوس رو شال بدیم و بزنیم بر بدن. بسم الله. اوه داغه. خدای خیلی عالیه. دوستان در جریان باشید، حتما گوش قانون نیست. شما میتونید مغزنی با هرچی که دوست دارید پر کنید. سبزیجات، سوسیس کالباس، مرغ، گوشت، هرچی که دوست دارید. این یکی آزاد آزاد آیه خوراک کوچولو هست. به به به. آتیشم رو خاموش کنم. خدایش عالی عالی. جای تک تکتون همینجا سر همین دیس خالی خالی. پروردگارا یاریم ده تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم همدل و همدردشان باشم، زیرا در سودای هر انسانی روح تو خانه گزیده. مهربانم، امروز گره از مشکلات همه عزیزان و دوستانم باز فرما. خوشبختی و عاقبت به خیری را در تقدیرشان قرار ده. آمین.